چرا حس میکنیم برخی صحنه ها را قبلا در خواب دیده ایم؟ یه لحظه صبر کن، من قبلا اینجا نبودم. احساس میکنم ما قبلا درست همینجا ایستاده بودیم و داشتیم دقیقا همین حرف ها را به هم میزدیم. قسم میخورم این گربه ای که الان از این راه رو رد شد همین چند لحظه پیش هم از اینجا رد شده بود. گاهی پیش میاد وقتی برای اولین بار اتفاق یا مکان جدیدی رو تجربه میکنیم این احساس عجیب رو داریم که انگاریم واقعا اولین بار نیست و قبلا در این مکان حضور داشتیم یا درست عین این حرفا رو جایی قبلا زدیم یا شاید حتی اونا رو تو خواب دیده باشیم. به این حس عجیب دژاوو یا آشناپنداری میگن. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. لطفا قبل از تماشای ادامه ویدیو چنل رو سابسکرایب و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. بریم تا با هم ببینیم علت این که احساس میکنیم بعضی صحنه ها رو قبلا توی خواب دیدیم چیه. آشناپنداری یا دژاوو چیست؟ دژاوو یه واژه فرانسوی به معنی از پیش دیده شده است. دژاوو عبارت است از احساسی که انگار شما صحنه، فرد یا شیئی رو قبلا دیده و تجربه کردین در حالی که برای اولین باره که با اون مواجه میشین. بیشتر از 40 نظریه در رابطه با علت پیدایش این پدیده مطرح شده. حالت دژاوو معمولا بین 10 تا 30 ثانیه به طول میانجامه. این احساس که رویدادی که الان برای شما اتفاق افتاده عیناً تکرار واقعیه که قبلا برای شما رخ داده رو بعضی از ما تجربه کردیم. هنوز برای بروز این حالت که بهش آشناپنداری یا دژاوو میگن توضیح قطعی علمی پیدا نشده. بعضی از دانشمندان میگن که دژاوو ناشی از واکنش‌های عاطفی به وقایع مشابه. بعضی دیگه خاطر نشان میکنن که مدارهای کوتاهی توی مغز ایجاد میشه که رویدادی رو در کسری از ثانیه زودتر از وارد شدن اون به خودآگاهی فرد به حافظه اون میفرسته و در نتیجه فرد احساس میکنه که این واقعه قبلا برای اون رخ داده. سوال: چند نوع دژاوو داریم؟ مدل اول دژاوو تداعیگر. این نوع توی افراد سالم روی میده. این حالت وقتی که شما چیزی رو میبینید، میشنوید یا بو میکنید احساسی رو توی شما پدید میاره که در اون چیزهایی که قبلا دیدین، شنیدین یا بو کردین رو براتون تداعی میکنه. این نوع دژاوو یه تجربه مبتنی بر حافظه است و مراکز حافظه در مغز مسئول پیدایش اون هستن. مدل دوم دژاوو بیولوژیکی. توی افراد مبتلا به سر حمله گیجگاهی روی میده. این بیمارا معمولا درست قبل از تجربه تشنج دژاوو رو تجربه میکنن. این نوع دژاوو با نوع قبل به طور واضح و بارزی متفاوته. فردی که دژاوو بیولوژیکی رو تجربه میکنه به واقع باور داره که این شرایط رو عیناً در گذشته تجربه کرده و نه یه احساس لحظه‌ای که فوراً ناپدید میشه. حالا شما به ما بگین آیا دژاوو خطرناکه؟ دلایل دژاوو چیه؟ خوشحال میشیم نظراتتون رو برامون کامنت کنید و اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.